با سلام و درودی دیگر بر هموطنان عزیزم و تمامی فارسی زبانان که به ما گوش می دهند در هر کجای این دنیا. در این سلام گفتن به شما هر بار در ذهن من دوباره این ندای درونی میاد که پاسداران این فرهنگ قدیمی، معتبر و نرم زبان پارسی، حوزه زبان پارسی یا حوزه نوروز حتی یک امیدی هست یا به شکلی آرزویی من دارم که امیدی بران استوار هست که بتونیم این حوزه رو هم بارورش کنیم، هم به شکلی ارتباطی، حالا حتی از نظر سیاسی هم چندان مطرح نیست که بتونن در مرزهای مشترک زندگی کنن، ولی بتونن به سادگی رفت آمد کنن، هم دیگر رو ببینن و به سادگی شکفته تر کنن این فرهنگ رو. اگر این امکان داشته باشیم ما که حوزه نوروز رو با هم به شکلی نزدیکتر کنیم، چه در نظر فرهنگی چه زندگی روزمره، خواهیم دید که چه غنایی داره این فرهنگ و چقدر این امکان رو ما داریم به عنوان وارثان این فرهنگ زبان پارسی که بهتر و بیشتر هدیه هایی رو به جهان علم و دانش و ادب و هنر بدهیم و حتی سیاست. بحث مفصلی است که امیدوارم یک روز به طور جدی با هم دنبال بکنیم و اینکه در جهان آینده زبان پارسی، فرهنگ پارسی و حوزه نوروز، فرهنگ های مشترکی که پیرامون ما هستند، چگونه میتونند اینها با هم از وجود هم لذت ببرن، استفاده بکنن و حتی فرهنگ جهان رو رونق بدن و به جلو ببرن. این یک آرزوست و من مطمئنم که این فرهنگ چنان قوی هست که پایدار خواهد ماند تا اون روز برسه. پس در این سلام خدمت هموطنان و پارسی زبانان، هر دفعه یک آرزویی هم نهفته است، زندگی میکنه. در 68مین برنامه نگاه روانکاو به نظرم آمد دنباله بحثایی رو بگیرم من که روزها تقریبا هم در شبکه های اجتماعی، هم در رادیو تلویزیون ها و روزنامه ها و نشریات و هم در جلسات مجازی که من شرکت میکنم با استفاده از اسکایپ، زوم و غیره مطرح هست و این مثلا اینکه جهان به کجا میرود، یا حتی مستقیما میگن بعد از کرونا، یا این شوک عملی، در حال شوک روانی نیست، این شوک عملی است. موندن یک ماه، دو ماه، سه ماه در خانه و بیرون نرفتن، مثلا الان که دیگه به همسنهای من هم توصیه میشه فعلا حالا نگه دارید خودتون در اون قرنطینه در هر کجای دنیا که هستید. بر روی این جدا از این شوک روانی، یک اختلال بزرگی هم در روابط بین افراد، بین جوامع، بین مللی وجود میاره. ممکنه یک کینه های جدیدی به یه شکلی رو بشه و ممکنه که علایق جدیدی رو بشه، ممکنه که یک شوکایی به یک سری نوع اندیشه وارد بشه، ممکنه یک نوع دیگری از اندیشه یا انواع دیگری از اندیشه گل کنه. به هر حال باید منتظر بود وقتی که نیمی از بشریت بیش از 7 میلیارد و نیمی رو ما میبریم در قرنطینه یک ماه، دو ماه، و اونها با مشکلات زیاد روبرو هستند، یا یک سری از عزیزانشون از دست میدن، یا از نظر مالی دچار مشکل میشن. میبینیم مثلا در آمریکا در بعد از بحران بزرگ 1930 تا امروز هیچ وقت تعداد بیکاری به این حدی که امروز حدود 20% مثل اینکه اومد به سمت 20%، از 3.5% میرسه به 20%. هیچ وقت این رقم رو نداشتیم در آمریکا. غیر از کسانی که بیمار میشن، بستری میشن، فوت میکنن، غیر از
تمام مشکلاتی که در راه اقتصاد و زندگی روزمره به وجود میاد، در روابط، در مسافرت ها به وجود میاد، غیر از همه این مشکلات در عمق و پشت خودش این مسئله کرونا، این پرسش هست که جهان آینده چه خواهد بود، چه میبینیم و چه میتوانیم ببینیم یا چه آرزوی ممکنی رو داریم برای آینده جهان و بشریت. حالا اینجا من فکر کردم بی پرده بی پروا با هم صحبت کنیم در این مورد. بی پرده یعنی که شما هم بتونید اگر دوست داشته باشید، علاقمند بودید، با گذاشتن نوار صوتی یا نوشتاری به این بحث بیایید و بگید که تا چه حد اصولی رو که من مطرح میکنم یا استدلال ها منطقی هستن، به جایی میرسن یا نه. به خودمون همه این یه مقدار وظیفه رو بدیم که با پرسیدن این که جهان به کجا میرود، به نوعی خودمون رو آماده اون جهانی که قرار پیش بیاد بکنیم، نه اینکه همه چیز ما رو یک دفعه شوکه کنه، همه چیز ما رو به نوعی غمگین بکنه، بگیم منتظرش نبودیم. درسته منتظر همچون ویروسی نبودیم، ولی خب کسانی بودن که این تذکر رو دو سه سال پیش داده بودن. بیل گیتس خیلی روشن در برنامه تد میگه که مشکل آینده بشریت بمب اتم نیست و ویروس هست، دو سال پیش گفتیم مثلا. پس پیشبینی هم شده بود، ولی خب عملا باید درش قرار بگیریم که یک دفعه این نگاه رو به خودمون و به جامعهمون داشته باشیم که این به کجا داره میره، یه مشکل اینجا وجود داره. یعنی اصل اینه که کرونا بر اضافه بر همه مشکلاتی که تولید کرده بدیم کنار، این کرونا ویروس جهان آینده ما رو چگونه تغییر خواهد داد. این تغییر قبل از همه باید در ما اتفاق بیفته، فرد فرد، و در گروه اتفاق بیفته. و این گروه در اونجایی که یه مقدار آزادی سیاسی هست خودشو ترجمه کنه به یه شکلی، کار فرد گروه ترجمه کنه و در بنیانهای سیاسی، احزاب، سندیکاها و انجمنهای عامل منفعه و از اونها به کسانی که سیاست مدار جامعه هستن. این از یک طرف. در کشورهایی که کمتر امکان بیان آزاد و فکر آزاد هست هم میشه ما اینجا گنش هستیم فکر کنیم در موردشون که این پدیده کرونا که آمده خدا رفتنش نمیدونیم چگونه خواهد بود و کجا و که اینجور بحث بکنیم که ما حتی بتونیم یکم کمک بکنیم به اندیشه کسانی که اونها به شکلی نمایندگان خودشون انتخاب نکردن و نمایندگانشون اگر هم یک روزی انتخاب شده آمدن و نمیرن فعلا، قدرت رو به دست گرفتن. خیلی کار ساده ای هست. شما تمام کشورهای آفریقایی رو که نگاه بکنید تقریبا میشه گفت که تقریبا یه مقدار شاید آفریقای جنوبی امروز، ولی بقیه کشورهای آفریقایی به هر شکل مسئله شون این نیست که واقعا یک حاکمیتی باشه امروز که به اپوزیسیون، مخالفان خودش اجازه بده که به شکل آزاد رشد کنن، افکارشون رو بپرورانند، آشنا بشن با مطالب کشور خودشون و بتونن راه حل ارائه کنن. این مسئله یه مسئله تباقه بسیار اساسی است. ولی اپوزیسیون اگر هم وجود داشته باشه ولی دسترسی نداشته باشه به امکانات آماری اطلاعاتی، دسترسی نداشته باشه به امکانات فناوری و علم جهان، یه اپوزیسیون میخواد یک پروژه رو مطرح بکنه، ولی اپوزیسیون بدون پروژه که فقط انتقاد بکنه که به جایی نمیرسه. شما غلط انجام میدید، دولت شما غلط انجام میدید، خب باید پیشنهاد بده. یه پیشنهاد اساسی برای دادن یه پیشنهاد اساسی اگر توانش رو هم داشته باشه هر اپوزیسیونی، هر گروه مخالف دولت فعلی، باید این توان رو بالقوهش کنه. برای بالقوه کردن باید به اطلاعات و آمار و امکان صحبت کردن با مردم مسلح بشه. برای که به امکان صحبت کردن با مردم مسلح بشه باید
آزادی وجود داشته باشه که بتونه همه جا بره با همه صحبت بکنه اپوزیسیون، و بتونه اپوزیسیون در واقع با داشتن اطلاعات لازم هم از داخل جامعه، هم از مردم و هم از دنیای بیرون و هم از آینده تکنولوژی و فناوری و علم بتونه با همه اینها بیاد یک برنامه مطلوب ممکنه هماهنگ پیشنهاد بده. ولی خب اپوزیسیون نیست، جز کسانی هستن که غر میزنن، که با غر زدن که یک جامعه درست نمیشه. اینه که وقتی نگاه بکنید در آفریقا، به نظرم نمیاد حتی یک کشور کوچک یا بزرگ رو به چنان بود که به این شکل اپوزیسیون درش وجود داشته باشه، اپوزیسیون فعال خلاق، که هم فعال بشه هم خلاق بشه، هم جامعه بشه احتیاجش داشته بشه، هم جامعه بره به سمتش، هم اینکه نترسن نه افراد جامعه نه خود اپوزیسیون نترسن از اینکه در اپوزیسیون هستن و بدانن که کسانی که حاکم هستن، جمهور، نخست وزیر و تمام مجریان عالی رتبه سیاسی کشور، اینها رفتنی هستن، کسای دیگه میاندشون. همین بحث این که اینها رفتنی هستن و نمیمانن، همین بحث باید تا همین بردش، یعنی کافیست که خود کسانی که در حاکمیت هستن، مدیران بزرگ سیاسی امروز جامعه، بترسن که خارج از قانون رفتار نکنن، برای که اونها بعد 3 سال 4 سال میان، بعد 5 سال میان و اونها اگر خلاف ببینن دیگه نمیذارن. این مسئله خیلی مسئله اساسی است که اپوزیسیون امکان پوزیشن بودن رو داشته باشه. تا چه حد یک اپوزیسیون میشه پوزیشن باشه؟ اگه نتونه این امکانش نداشته باشه، اپوزیسیونی که فقط میتونه غر بزنه، یه مقدار درد دل کنه و درد دلهای شهروندان رو با صدای بلندتر بگه. بحث من این بود که امروزه در دو دسته میتونیم بگیم، خیلی شماتیک، دو دسته کشور داریم، دو دسته جامعه داریم. دسته جامعه اول که واقعا اپوزیسیون فعال میتونه وجود داشته باشه و اونها طبیعتاً در حال فکر هستن، همه در حال فکر هستن، جمع‌آوری اطلاعات هستن که بتونن با هم صحبت بکنن و بتونن بگن که ما این از مسئله کرونا ویروس چه اثری در آینده جهان خواهد داشت، یک، و دو، ما از این فرصت چه استفاده میتونیم بکنیم که آرزوهای خودمون رو، آمال خودمون رو، امیال خودمون رو به جلو ببریم. و کشورهایی که این امکانشو ندارن، طبیعتاً شاید به شکل فردی بتونن در این گفتگو شرکت بکنن و نظراتشون رو بگن، یا ما میتونیم به نمایندگی از اونها نظراتمون رو بگیم. بالاخره باید از این موقعیت استفاده کرد، از این دنیای نشناخته، و اینکه نمیتونیم من بشناسیمش، برای اینکه خود کرونا ویروس رو نمیدونیم تا چقدر مهمان ماست، مهمان خشن بیمروتی که هیچ رحم و مروت نداره و همین هست که هست، باید قبولش کرد. حالا تا چه حد بتوانیم ما زودتر از شهرش خلاص بشیم و بدتر از این نشه، اینم مثلا است که در این جهش های ژنتیکش ما رو به مشکل بیشتری نرسونه، یا اثرات جانبی، یا کسانی که این ویروس در بدنشون رفته، منو چه بشه. مثلا دو تا پزشک میدونیم که دو تا پزشک رنگ پوستشون عوض شده، که وقتی کرونا گرفتن بعد مدتی رنگ پوستشون از سفید به سمت سیاهی رفته. ببینید اینجا عواملی رو میشه حتی روشن کرد که ما هنوز به آخر خط مسئله کرونا این نیست که میگیریم ممکنه فوت کنی یا نه خوب بشی، نیست. این یه عوارض دیگری میتونه به همراه خودش بیاره که نمیتونیم حدسشو بزنیم. به هر حال این بحث من بیشتر در این هست که این جهان آینده فرصت رو غنیمت بشماریم و تا اونجایی که میشه این بحث رو ببریم جلو که چه آرزوهای ممکنی در مورد جهان آینده میشه داشت. اول اینی که بگیم که خب هیچ جهان، این جهان آینده، تمام بلوک های سیاسی، تمام زندگی ها و شکلگیری ها و فرم های شکلگیری اجتماعی، اینا فرمشون رو گرفتن. این کرونا میاد و میره، مثل مثلا بحران 1930 یا حتی 1000 قوی تر از 2007، یه مشکلات مالی عظیم پیدا خواهند کرد، بانک ها ورشکست میشن، دولت ها اقدام خواهند کرد،
یه مقدار کمک بین دولت ها، یه مقدار بین ملت ها شاید از این عبور کنیم دوباره برگردیم مثل بیشتر مثل قبل از کرونا. این یه فرض هست که تمام تلاش این هست که برگردیم به سمت قبل از کرونا. یه بحث دیگر این هست که از فرصت استفاده بکنیم. اگه بخوایم از فرصت استفاده بکنیم باید حداقل در این استراتژی سیاسی مشترک باشیم. در واقع ما چه جهان مطلوب ممکنی رو 10 سال یا 20 سال دیگه میتونیم ترسیم بکنیم که با استفاده از این مطلوب ممکنی رو که جلوی چشممون داریم بگیم که چگونه حالا پس از کرونا به اون سمت بریم، چه امتیازهایی به ما میده کرونا، غیر از اینکه خب مسئله اقتصادی رو میدونیم، مرگ و میرها رو میدونیم، مشکلاتی که حاصل از درد این زندگی در این دوران هست رو میدونیم، ولی حالا با همه اینها به کدوم سمت میتونیم بریم، چه استفاده میتونیم از این اتفاق کرونا ویروس. من اینجا دو تا در واقع اصل رو پیشنهاد میکنم. یک اصل این هست که جهان تا کنون هیچ وقت اختلاف سطح زندگی بین اقلیت و اکثریت رو تحمل نکرده، خود جهان تحمل نمیکنه. مثلا اعراب پیش از اسلام سطح زندگیشون شما مقایسه بکنید با رومی ها و با ایرانی ها، حتی با افراد کارتاش یونان باستان، میبینیم که سطح بسیار ابتدایی بوده و وقتی اینها یک دفعه حمله میکنن میان بیرون و میبینیم که این سطح رو تقریبا دیگه اعراب یک سالش میکنند که اگر بهترش نکنن، با تعجبی که وقتی پایتخت به بغداد میره و خلفای عباسی اومدی ها که تمام خلفای عباسی واقعا شروع میکنن یک امپراتوری بزرگ با تمام امکاناتش به وجود میارن با استفاده از همه آنچه که وجود داشته در این کشورهایی که به شکلی اونجا اشغال فرهنگی شده. برای این در واقع دلیل من هست برای اینکه جهان یام قلها هم دورم هم وقتی در صحرانشینان شبان و شکارچی بودن که اینها وقتی حمله میکنن و میان تا پشت دروازه های وین هم میرن، اینها خب خلافت عباسی هم سرنگون میکنن، اینها در واقع به شکلی هم مثل ظروف مرتبط هست تعداد اقلیتی اینجا هستن، یک عده اینجا بهترین امکانات رو دارن، همین که به هم وصل میشن مثل آب از اینجا میره پایین نمیتونه بمونه اون بالا، امکانات نمیتونن بمونن فقط در یه ناحیه. این درس تاریخی به من پیشنهاد میکنه که این اصل رو مطرح بکنم که امروزه بین این 7 میلیارد تا رو بگیریم بیشتر 7 میلیارد انسان، 1 میلیارد در یه شرایط فوق العاده بهتر از این 6 میلیارد این پایین هستن، دو تا واقعه. این اختلاف خیلی زیاده، چه از نظر زندگی روزمره یعنی بهداشت، سلامتی، از نظر آموزش و پرورش، از نظر تفریحات، از نظر حتی امید به زندگی، تعداد سالهایی که به طور متوسط زندگی میکنیم، از نظر امکانات تفریحی، امکانات آسایش ذهنی، آسایش روانی، چه جسمی چه روانی. حالا حتی نگاه کنیم به اون 8 شاخصی رو که در ابتدای هزاره سوم سازمان ملل متحد تصویب کرد که با این شاخص ها هر ساله جوامع مختلف رو بسنجیم با هم و ببینیم که مثلا مرگ و میر کودکان زیر 5 سال تعدادش رو بشماریم و این رو به عنوان یک شاخص سلامتی و بهداشت یک جامعه بدانیم. این اختلاف خیلی زیاد وقتی باشه، یا مسئله رعایت حیات وحش، یا رعایت در واقع اکولوژی، یعنی استفاده از انرژی های فسیل و یا انرژی های تجدید پذیر مثل انرژی آفتابی یا انرژی بادی. به هر حال میشه گفت که این 6 میلیارد و 1 میلیارد بحثش مفصل هست، شاید هم یک روز واردش بشیم، شاید باید هم واردش بشیم، این 8 شاخص رو بشماریم بگیم اگر علاقمند بودید من قبلا این رو در
سایت تارنمای گویا نیوز نوشتم در مقالات مختلف، فقط توی گوگل اگه دوست دارید با نام من بگردید هست مقالاتی در مورد همین مسئله شاخص‌های پیشرفت در جهان، اون 8 شاخص و توضیحاتی داده. به هر روز حالا میاریم باید در همین برنامه‌های خودمون هم خواهیم آورد. ولی به هر حال واسه من هست که این اختلاف چنان است که باید حل شه، باید به هم نزدیک بشه و این اختلاف رو جهان حل نمی‌کنه. علت اصلیش هم اینه که ما حیوان نیستیم، انسانیم، نمادپردازی می‌کنیم. از وقتی نمادپردازی می‌کنیم تقریبا یکی میشیم. نماد نه در من است، نه در شماست، هم در شماست هم در من است. واژه‌ای که داره میاد مال هیچ کس نیست، مال من هست، مال شما هم هست. ما با اون ما ارتباط میگیریم با هم. 780 هزار سال طول کشید تا تونستیم بسازیم برسیم به امروز. پس دیگه اگر چوزی به درد آورد روزگار، اگر عوضها را نماند قرار، اینجاییم دیگه، دیگه هستیم، هیچ کارش نمیشه. ما نماد پردازیم رو کردیم دیگه، یعنی از دسته اون، از اون 4 دسته میمونهای بزرگ، دسته 5 ما آمدیم و نماد پردازی کردیم و با این نماد پردازی فعلا 7 میلیارد دیم در جهان زندگی میکنیم و امکانات تکنولوژیک علمی فناوری داریم، میدیم هم کلی ما برمیگردیم. اینا واقعیت داشت. ولی در این واقعیت، این واقعیت هم هست که 1 میلیارد و 6 میلیارد با هم اختلافات زیادی دارن از شاخصهای زندگی. مسئله دومی که اصل دومی رو که میذارم به عنوان اصلی که اسمشو بذاریم در جهان جدید، در واقع این رعایت احترام طبیعت. احترام طبیعت یعنی که متاسفانه ما 90% از حیاتمندان رو تا حالا از دست دادیم. 90% از حیوانات، حشرات، گیاهان، حتی حیوانات اقیانوس و غیره ما از دست دادیم. این در واقع شناخت یا این اشراف رو نداشتیم که اینها رو نگه داریم. شده حالا، ولی از این بیشتر نشه. یا حتی اگه بتونیم بازگردانیم با استفاده از امکانات ژنتیک و پیوندهایی که الان بلدیم بزنیم و کلوناش های مفصل بتونیم برگردونیم، تازه اونها رو نه تنها دیگه از دست داریم بلکه برگردانیم. یعنی در واقع کره زمین رو پاس بداریم، احترام بگذاریم. به قول ضرب المثل سرخپوستی است که این کره زمین در واقع یادگار پدران ما نیست، بلکه یک نوع هدیه یا ارثیست که ما برای فرزندانمون میگذاریم. سالم گرفتیم، سالم تر حتی با تحویل بگیم. برحال این اصل دوم که برسیم به معنی واقعی کلمه به زمین و اونجایی که ما داریم به زمین لطمه میزنیم و این لطمه رو حالا مهم نیست اسم کشور چین هست یا آمریکا، میگه من میزنم چون یکی داره میزنه، اگر من بخوام جلوی لطمه زدن به زمین رو بگیرم اون یکی میره جلوی زد، اونم باب همین رو میگه، ولی یک قدرتی میاد که اینو تعدیل میکنه. یعنی این دوتا تعدیل، تعدیل یک، تعدیل اختلاف عظیم 6 میلیارد 1 میلیارد، تعدیل دو استفاده بیرویه از امکانات طبیعت که آزرده میکنه طبیعت رو نگذاری. برای این دوتا خب طبیعتا اگر همین دوتا اصل رو بگیریم عنوان آرزو، عنوان اجبار یک آرزوی برتر و بهتر، بر اساس این دوتا اصل میشه گفت که ما یک اصل سوم، ما رو به یک اصل سوم میبره و اون اینه که برای این کار، برای اینکه تمامی پروژه های تمام مردم در هر کشوری که میخوان باشن، این 7 میلیارد پروژه های همه در این دو جهت بره، نیازمند یک نوع گوورنانس، حکومت، اداره کردن، یک مدیران سیاسی جهانی هستیم که منتخب مردم باشن. متاسفانه اون چیزی که از 1948 رو الان وجود آوردیم به نام سازمان ملل متحد، سازمان هست ولی ملل نیستن، دولت ها هستن، متحد هم نیستن بلکه نامتحد. یعنی در واقع ما سازمان دولت های نامتحد رو گذاشتیم، اسمش رو سازمان ملل متحد. این باید واقعا یک سازمان ملل متحدی که
قدرت اجرایی داشته باشه، قدرت اجرایی داشته باشه، حتی به سطحی که بتونه در هر جامعه، اگر مدیران سیاسی عالی اون جامعه توجه نکنن به مسائل دموکراسی، احترام به مخالف، احترام به زمین، احترام به شرف انسانی نداشته باشن، اون قدرت سیاسی که تفویض شده از طرف ملت ها این دفعه نه دولت ها، چه اشکالی داره که از هر جامعه، از هر کشوری 4-5 نفر نماینده نمایندگان دور هم جمع بشن و اونها باشن که یه گروه اجرایی درست بکنن و اون گروه اجرایی قدرت اجرایی داره، یه مدلی مثل اروپا ولی خب در سطح جهان. برحال اونهاش باید بیشتر فکر بشه، ولی این سپایه‌ای رو که من به نظرم میاد میشه آرزو داشت به سمتش رفت بعد از کرونا، من علاقمند هستم که شما هم پس از شنیدن این صحبت ها اگر مطلبی بحثی دارید با کمان میل و اشتیاق خواهم خواند و خواهم شنید. شب و روزتون خوش.